سلام به خبر شش از طلو و طلو نیوز خوش آمدید امروز چهارشنبه 23 ماه حمل سال 1402 خورشیدی است اول سرخط خبرها نگرانی از کاهش کمک های بشری به افغانستان سازمان ملل از ممنوعیت کار زنان در نهادهای این سازمان انتقاد کرده و از پیامدهای بد آن هشدار می‌دهد. این گفته است که هر گونه پیامد منفی این بحران برای مردم افغانستان و عهده مقام های کنونی طالبان خواهد بود سازمان ملل موضوعات اما بزرگ خود را که اعداف است به مسائل کوچک و ریزه و یا مسائل داخلی افغانستان رو برگزاری نشست کشورهای همسایه تا یک روز دیگر این نشست در سمرقند در برگزار می شود و در آن روی مسائل سیاسی، امنیتی، بشری و مواد مخدر در افغانستان گفتگو خواهد شد در تاریخ 13 و 14 اپریل نشست شورای وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع و همچنین ششمین نشست وزرای خارجه در قالب پنج کشور آسیایی مرکزی بر علاوه یک برگزار خواهد شد آغاز دور تازه سفر توماس تویست به کشورهای منطقه او به امارات متحده عربی قطر و ترکیه سفر می کند و با شمار از افغان ها نیز دیدار خواهد کرد بیا هم پلان لرو چې لده سر او گرو به تاجران و پنامندگی ور سر خبری او کو او منگ مشکلات پخواه هم ده تویی مشکلات هم واضح افزایش میزان سرمایه گذاری بانوان در کشور اتاقهای تجارت و صنایع زنان میگوید برای بانوان تجارت بیشن نمایشگاه ها را در بیرون کشور ایجاد کرده و تنش ها میان ایران و اسرائیل وقت شما بخیر من شمس همانی هستم سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 24 میلیون شهروند افغانستان وابسته به کمک های بشری است سخنگویان سازمان که در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل سخنرانی کرد از ممنوعیت کار زنان در نهادهای این سازمان انتقاد کرده و از پیامت های بد آن هشدار داد همزمان رئیس پارلمان اروپا مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر خواهان لغو این تصمیم امارت اسلامی در نهادهای سازمان ملل متحد شدند اما امارت اسلامی میگوید که خواهان ایجاد موانع به سازمان ملل متحد نیست فرشاد داریوش بیشتر میگوید نزدیک به یک هفته از ممنوعیت کار زنان در برخی از نهادهای سازمان ملل متحد می گذارد. مسئله که هنوز با واکنش های درونی و بیرونی روبرو است. سخنگوی سازمان ملل متحد در این باره می گوید که پیامت های منفی این مسئله به مقام های کنونی طالبان برمی گردد. این سازمان همچنان می افضاید که در اوضای کنونی نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری وابسته هستند. به پرسنل ملی سازمان ملل به شمول زن و مرد دستور داده شده است که به دفاتر سازمان ملل گزارش ندهند تنها استثناعات محدود برای وظایف حیاتی وجود دارد اما آنان از خانه کار خواهند کرد و همچنان حقوق دریافت میکنند این هیئت گفته است که هرگونه پیامد منفی بحران برای مردم افغانستان به عهده مقامهای کنونی طالبان خواهد بود با این حال رئیس اتحادیه پارلمان اروپا هم در بیانیه از حکومت سرپرست خواست که این وضعیت را متوقف و با وعده های خود درباره کار بانوان عمل کند در بیانیه این نهاد سهم زنان در جامعه مهم پنداشته شده است مثلا باعث شدیدن باعث بلند رفتن میزان بیکاری و فقر در کشور میشه و ما نیاز داریم که با برنامه های استراتژیک از طرف حکومت برنامه های استراتژیک بدیلی یا در جبران مسئله برنامه هایی رو روی دست بگیریم که بتانیم جای کار با مردم ایجاد کنیم همزمان با این سیما باهوس مدیر اجرای بخش زنان سازمان ملل متحد و هیدربار معاون دیدبان حقوق بشر در تیویت های جداگانه بر ملغا شدن این تصمیم تاکید می کنند. در این میان رئیس دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با مسئولان امور سیاسی یونما موجودیت ملل متحد در افغانستان را برای کشور مهم دانسته و خواهان افزایش کمک های بشری بین المللی شده است. تا صورت گرفت که هر موضوع مشکلی که صورت میگیره امارات و یونما روبرو برو میشنن و مشکل هم میکنن. همزمان امارت اسلامی نیز در بیانیه تاکید می‌ورزد که امارت اسلامی به حقوق تمامی شهروندان کشور متحد است مسائلی را که امارت اسلامی مطرح کرده بنا اصول و احکام شریعت اسلامی است و همچنان خواهان از هستیم که سازمان ملل موضوعات همو بزرگ خود را که اهدافشان است زیرا به مسائل کوچک و ریزه و یا مسائل داخلی افغانستان وابسته نکنند این در حالی است که سازمان ملل متحد پیش از این در بیانیه گفته بود که ممنوعیت کار زنان در برخی از نهادهای این سازمان بر بنیاد منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی است و این سازمان آن را عملی ساخته نمیتواند فردا چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه در سمرقند ازبکستان درباره افغانستان برگزار خواهد شد مسائل سیاسی اوضاع بشری مواد مخدر و مسائل امنیتی افغانستان محور این نشست خواهد بود از سوی همه امارت اسلامی از این نشست استقبال میکند و میگوید هیچ کشوری نباید از خاک افغانستان حراس داشته باشند گزارش از فاطمه ادیب سمرقند ازبکستان فردا میزبان چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان با محوریت افغانستان خواهد بود در روز نخست این نشست دروزه انتظار می روید که شرکت کنندگان مسائل سیاسی اوضاع بشری اقتصادی و اجتماعی و مسائل امنیتی افغانستان را به بحث بگیرند فردا با آقای مراد نورتیلو در سمرقند دیدار خواهیم داشت که در تاریخ 13 و 14 اپریل نشست شورای وزیران خارجه کشورهای مشترک المنافع و همچنین ششمین نشست وزرای خارجه در قالب پنج کشور آسیایی مرکزی بر علاوه یک برگزار خواهد شد همچنین نشست کشورهای همسایه افغانستان نیز برگزار خواهد شد این یک رویداد مهم است از سوی هم بر آگاهان مسائل سیاسی به با این باورند که اگر این نشست ها نتواند جنبه عملی داشته باشد سودمند نخواهد بود یک تهدید مشترک متوجهشان است از خاک افغانستان اما ریشش برمیگرده به پاکستان این نشست ها فعلا در حد نظر اینا میخوان یک پیدا کنند تا زمانی که نشستهایی که در رابطه با افغانستان از حضور افغانستان در اون ملموس نباشه کدام نتیجه خاصی را داده نمیتونه چرا وقتی که هدف تعامل با افغانستان و دورنمای رابط سیاسی افغانستان مطرح بحث است حضور نمایندی از افغانستان در این نشست ها حتمی هست در این نشست هیچ نماینده از امارت اسلامی حضور نخواهد داشت از هم سخنگوی امارت اسلامی میگوید که از برگزاری نشست هایی که به سود کشور باشد استقبال می کند از افغانستان باید منطقه و کشورها مطمئن باشند که افغانستان با هیچ کس تهدید نیست و امارت اسلام افغانستان مسئولانه تعهد می که با هیچ کشوری نمیخواد به داخلی داشته باشد پیش از این نشست های درباره مسائل افغانستان برگزار شده است اما تا اکنون این نشست ها نتیجه چشمگیره در پی نداشته است. توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش را به برخی از کشورهای منطقه آغاز کرده وزارت خارجه امریکا در خبرنامه نگاشته که قرار است آقای ویست به امارات متحده عربی قطر و ترکیه سفر کند و در این سفرها درباره اوضاع افغانستان گفتگو کند به نفشه گزارش میدهد وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در خبرنامه گفته است که توماس فیست نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش را به امارات متحده عربی قطر و ترکیه آغاز کرده است به گفته خبرنامه برنامه دیدار و سفرهای آقای وست به این کشورها از روز گذشته آغاز و تا روز سهشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت در دوحه توماس ویس نماینده ویژه برای افغانستان با دوستان قطری رهبران جامعه مدنی افغان و شرکای ماموریت دیدار خواهد کرد که څنګه چې په خام له د سر لیدنی او کتنې لرلې او اوس بیا هم پلان لرو چې له د سر وګورو د تاجرانو په نمایندګي ور سره خبري وکړو او مونږه مشکلات په خام هم د توینې هغه مشکلات هم واضح دي خبرنامه افسوده است که هدف از این دور سفرهای آقای وست در منطقه انجام فعالیت‌های آگاهی بخش به شرکایش می باشد. نماینده ویژه وست در حال انجام فعالیت‌های آگاهی بخش در منطقه است. زیرا جامعه جهانی به دنبال راحل های برای چالش های پیچیده در افغانستان است که با تصمیم های اخیر طالبان برای محدود کردن مشارکت زنان در عملیات‌های های بشردوستانه و جلوگیری از همکاری آنها با سازمان ملل متحد تشدید شده است این سفر دو منظور داره یک طرف مدیریت افکار عمومی در داخلی امریکا و جهان هست که آقای تامبیز به نماینده ایالات متحده امریکا در افغانستان خودش انجام همزمان اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی نتایج نشست های نماینده امریکا برای افغانستان را در حد قابل توجهی کارساز نمیدانند. رئیس جمهور تغییر کنه در امریکا یک و نیم سال بعد یا که از افغانستان یک تغییر عمده بیاید که باز روی کرد امریکا نظر به افغانستان تغییر کنه. در غیر زوی سفرها تنها دیپلوماسی او دفترداری هست هر حغلی دغه او غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړيږي د مارتی اسلامي لوړپوړي چارواکي بې ثانه حضور ولري زکه چې منګو تاسو د ژوند تیر او نیم کال د دې غونډو او د دې لیدونکو شاهدانو هیڅ نتیجه ورنکړا توماس نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیش از این دو بار دیگر نیز در کشورهای منطقه همچون هند، امارات متحده عربی، قطر، پاکستان، سوئیس و آلمان سفر کرده است. اداره ملی استاندارد میگوید در یک سال گذشته بیش از 1600 تن تل که معیاری نبوده اند مسترد شده اند سرپرست این اداره میگوید که جهت بلند بردن کیفیت مواد هشت پروژه را در سال 1402 خورشیدی روی دست دارند در همین حال مسئولان اداره ملی استاندارد از تمامی بازرگانان میخواهند که مواد با کیفیت را وارد کنند بیشتر با آمنه حکیمی اداره ملی استاندارد میگوید که می کوشند تا کیفیت مواد سوختی و مواد ساختمانی را بلند ببرند مسئولان در این اداره میگویند که از 83 هزار واگن و تانکر مواد نفتی که از بندرهای گوناگون وارد کشور شده است بیش از 1600 واگن و تانکر آن به علت کیفیت پایین مسترد شده است ملی اداره یوپلاوی همسایه ترکمنستان د نمو نمو وړ هيواد څخه درته لنکو غاز او نورو تجارتی اموالو د کیفیت په برخه کې دشتې مشکلاتو د حل په مخه سفر وکړي چې داغه هيواد د دا ستانډرډ ادارې سره ناس ته سره کړي خوشبختانه داغه هيواد د دا ستانډرډ ادارې لور ته هم د پور همکارۍ او د جمنو څخه برخه منسو د ستانډرډ ملي ادارې پټول هيواد کې د نفتی ټوکود پمپ سټیشنونو د خرچلاو او د مرکزونو مرکزونو ذخیره او تصفیه خانو د ساريني بهیر پېل کړي او د چیر د ب کیفیت د چلو سلګونه ټانکونه او ذخیره تړلې او اړوند مراجعه وته ورفي جندلې سرپرست این اداره از تمامي بازرگانان ميخواهد كه مواد با كيفيت را وارد كنند لټولو سوداګرو او هوادوالو څخه غوښتنه کوم ته هواد په بازارونو کې د بی کیفیت مواد لوارده ولو تولیدولو او ارزکولو څخه ډډه وکړي د سټانډرد ملي داره د خلکو د خوندیتوب او روغتیا ساتنې په موخه د تولیدي وارداتي او صادراتي ټکو کیفیت کنټرول او ټاجمنه ده از سوی هم اداره ملی استندرد میگوید برای بلند بردن کیفیت مواد نفتی و ساختمانی هشت پروژه در سال روان هجری خورشیدی در نظر دارند. اتحادیه صنعت و تجارت نمایشگاه در روزه محصولات داخلی را زیر نام ارزان بازار در کابل برگزار کرده. برگزار کنندگان هدف از برگزاری این نمایشگاه را فروش محصولات به بهای ارزان نسبت به بازارهای دیگر عنوان کرده. از هم شمار از باشندگان کابل ایجاد همچون نمایشگاه ها را برای بلند بردن توان خرید مردم سودمند می دانند. اتحادیه صنعت و تجارت نمایشگاه در روزه فراورده های داخلی را زیر نام ارزان بازار در منطقه تیمورشاهی کابل را اندازی کرده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند که تلاش می شود تا محصولات به بهای کمتر از بازار به شهروندان کشور عرضه شود. اگر اصلی ما است که بتانیم که کالا و محصولاتی که نمایندگی از کلتور و فرهنگ ما میکنه و از جمله ارزش های کشور عزیز ما افغانستان است از ولایت های مختلف دشته باشیم و رساله کنیم نمایندگی از رهبری شاروالی کابل حمایت خود از چنین برنامه ها اعلام میکنیم و از تاجران عزیز می که به خاطر رفع مشکل مردم مراجعه بکنن به ادارات زیرب در این نمایشگاه به شمول بازرگانان مرد برخی از بانوان نیز شرکت کردند اگر دولت همراه ما باشن و پشت سر ما باشن حمایت بکنن یک تغییر بسیار بزرگ در جامعه ایجاد میشه مثلا دپولی ما زنان که در خانه هستند دپولی ما اونا میشن که کار بکنند. تولیدات وطنی استفاده شود، تاجرای ما مثلا حمایت شود. یقینا ما از نیاز به کشورهای دیگر بهرهمند میشیم. نیاز نداریم از کشورهای دیگر ما خرید بکنیم. از هم شماری از باشندگان برگزاری همچون نمایشگاه ها را برای بلند بردن توان خرید مردم سودمند می دانند. مردم پیسه ندارند همچون بازار رو باشه که هم قیمتش مناسب تر است و هم مردم پول توانمندی خریدش ندارند. ما امروز آمدیم داخل از بازار در آمدیم. دیدم جنس ها نسبت داخل مندهی یا مثلا جاهای دیگه ارزان تر است. در این نمایشگاه بیش از 250 شرکت در 300 غرفه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. دوباره خوش آمدید. وزارت صنعت و تجارت میگوید که سرمایه گذاری زنان در کشور 66 درصد افزایش یافته به گفته این وزارت حضور بانوان در مقایسه با سالهای پیش بیشتر شده همزمان با این اتاقهای تجارت و صنایع زنان میگوید که برای بانوان تجارت پیشه نمایشگاه ها را در بیرون کشور ایجاد کرده وزارت صنعت و تجارت میگوید که در سال 1401 هجری خورشیدی حضور بانوان در بخش سرمایه گذاری در کشور 66 درصد افزایش یافته است سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید که حضور بانوان در عرصه سرمایه گذاری و اقتصادی کشور می تواند در کاهش فقر اثر مثبت داشته باشد در عرصه سرمایه گذاری در کشور در سال 1401 نسبت به سال قبل 66 درصد افزایش یافته است در سال 1401 مجموعا 641 تن از بانوان جواز شرکت تجارتی و سرمایه گذاری اخص نمودند در حالی که در سال 1400 تنها 385 تن جواز اخص نموده بودند از سوی هم اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید که تلاش ها برای ایجاد نمایشگاه های بانوان تجارت پیشه در بیرون از کشور نیز ادامه دارد و تلاش می شود تا خطهای هوایی یا دروازه های هوایی بر روی بانوان متشبس فعال ساخته شود ایجاد نمایشگاه ها است ایجاد از این است که ما می خواهیم که خط هوایی یا دروازه های هوایی را دوباره برایشان باز کنیم و همچنان توانستیم که نمایشگاه های بیرون از افغانستان ایجاد کنیم برای خانم های افغان در همین حال شما را از بانوان متشبه از امارات اسلامی میخواهند تا سهولت های لازم را برای آنان در بخش تجارت فراهم کند خاص ما از حکومت امارات اسلامی هی است که باید در قسمت خانم های تجارت پیشه باید بیشتر توجه و صورت بگیرند بخاطر که ببینین ما حدیقل بتونیم که خود شویم خانم ها دیگر رو به سقوط است هیچ خود سابق که بود صد خانم هم کار میکرد و فعلا یک بیست نفر شده بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت در حال حاضر بیش از هشت هزار بانو در هفت سکتور در سر و سر کشور فعالیت دارند همینجا میرسیم به پایان خبر شش از همراهی شما سپاس گذارم وقت بخیر خدا نگرد.